سلام، ویدیوی امروز شامل 10 تا از بهترین برنامه گیمینگ هستش که شما میتونید روی پی سی به صورت رایگان دریافت کنید و از اون استفاده کنید. خب اولین برنامه سی کلینر هستش. این برنامه یکی از امتیازات خیلی خوبی که داره باعث میشه که لگتون رو هنگام بازی از بین ببره. برای انجام این کارم کافی که نرم افزار از سایت فارسی میتونید به راحتی به صورت مجانی دانلود کنید. و اینکه قبل از شروع هر بازی باید سعی کنید که این برنامه رو رام میکنید و کش های اضافه کامپیوترتون رو خالی میکنید. خب این برنامه محیط بسیار ساده ای داره، شما میتونید به راحتی واردش بشین و استفاده کنید از این برنامه. و یکی از ویژگی‌های خیلی مهمی که این برنامه داره، تمام فایل‌های اضافی هارد دیسکتون رو به صورت کامل خالی می‌کنه. برنامه اضافی که در حال ران هستن رو به صورت اتوماتیک می‌بنده و باعث میشه که سرعت و عملکرد ویندوزتون برای بازی خیلی بهتر بشه و تو هنگام بازی با مشکل لگ مواجه نشید. خب بریم سراغ برنامه دوم، لوک من هاماچی. در واقع نرم‌افزاری هستش که در مورد مدیریت شبکه‌های مجازی، یعنی که شما در واقع با این نرم‌افزار می‌تونید یه دونه IP خاص واسه خودتون روی یه دونه سرور کنفیگ کنید و از اون IP هنگام بازی استفاده کنید. خب عملکرد این برنامه اینجوری هستش که شما وقتی برنامه رو بازی میکنید و یه دونه IP برای خودتون اختصاص میدین، تو هنگام بازی باعث میشه که کامپیوتر شما مستقیم وصل به دیتابیس اصلی ISP‌تون. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به صورت مستقیم وصل میشین به مرکزی که به شما خدمات اینترنت رو میده و این باعث میشه که خیلی تو سطح بازی پینگتون رو پایین تر بیاره و لگ نداشته باشه. برنامه دوم هستش MSI Afterburner که احتمالا این برنامه رو میشناسیم. برنامه هستش که در واقع مقدار فرکانس حافظه هسته CPU و بقیه مشخصات کامپیوترتون از جمله سرعت فن و نمایشگر در واقع مقدار فریم ریت و فرکانسی هست که شما هنگام بازی دریافت میکنید. تنظیمات رو به صورت اتوماتیک میتونید از همون جا توی همون صفحه هنگام بازی انجام بدید که به نظر من برنامه خیلی کاربردیه. خب برنامه بعدی برنامه بوردرلس گیمینگ هستش. خب یکی از قابلیت‌های خیلی خوب این برنامه اینه که شما بعضی از برنامه و گیمری که بازی می‌کنید به صورت فول اسکرین نیستن و همیشه در واقع شما مشکل دارید واسه اینکه بتونید به صورت فول اسکرین یه گیم کامل بتونید باز کنید و اینکه به صورت فول اسکرین بازیش کنید. خب کاری که این برنامه میکنه اینه که بدون اینکه لازم باشه توی اپشن برین و تنظیمات گرافیک و بقیه موارد رو انجام بدین، به صورت خیلی اتوماتیک هر بازی که دوست داشته باشین رو به صورت تمام صفحه به شما نشون میده که این بنظر برنامه کاربردی هستش که میتونید از این استفاده کنید. و بریم سراغ برنامه سوپر اف 4. کاری که این برنامه میکنه باعث میشه که وقتی که شما دارین بازی میکنین و احساس میکنین که یه مقدار لگ دارید یا اینکه احساس میکنین برنامه زیادی به صورت اتوران روی دستگاهتون اجرا هستش و باید بسته بشن، لازم نیست که شما از بازی بیایید بیرون. تنها کاری که انجام میدید با فشردن دکمه کنترل آلت و F4 باعث میشه تمام برنامه اضافی روی دستگاهتون به صورت اتوماتیک بسته بشن و شما بتونید که کارهای بهتری از CPU و ویندوزتون رو هنگام بازی داشته باشید. برنامه بعدی برنامه نیویدیا پروفایل اینسپورتر هستش. در واقع این سرعت فن کارت گرافیک رو به شما نشون میده. این تنها برنامه ای هستش که به صورت دقیق تمام مشخصات از جمله مشخصات GPU و در واقع فرکانس های مختلف کارت گرافیک رو به شما نشون میده که اگر مشکلی داشته باشه به راحتی متوجه بشیم و بعد با استفاده از آپدیت و ایسی تنظیمات خاص کارت گرافیک رو باید اولیه برگردونید. و بعضی وقتا توی بازی هستش که من احساس میکنه که واقعا احساس میکنه که همه کار رو انجام دادید، کارت گرافیکتون آپدیت و هیچ نوع مشکلی نیستش، ولی خب بعضی از تنظیمات هستن که از طریق این برنامه به شما اطلاع داده میشن که به شما میگن که چجوری میتونین که از کارت گرافیکتون بهتر استفاده کنید. یه برنامه جالب دیگه هم هست به اسم F-Looks. در واقع این برنامه تنظیم خودکار روشنایی صفحه مونیتور و نماسال کارت گرافیکتون آپدیت هست، ویندوزتون آپدیت هست و همه کارهایی که قبل از بازی انجام باید بدین رو به خوبی انجام دادین، ولی باز هم هنگام بازی احساس میکنید که جی پی تون مقدار درجه سانتیگرادش زیادی بالا میره، یعنی که کامپیوترتون کرش میکنه یا یعنی اینکه از بازی میافتین بیرون. برای این باید ببینیم که مشکل از کجاست. این برنامه دقیقاً کارش همینه و به شما نشون میده که مشخصات کش سی پی تون رو به شما نشون میده و مشخصات مادربورد و چیزهای دیگه و از جمله مهمترین چیزی که به شما نشون میده آپدیت بایوستون هستش که خیلی مهمه که اونم باید حتما آپدیت کنید. اگه آپدیت نکرده باشین این برنامه به صورت اتوماتیک به شما آلارم میده و میگه که این آپدیت رو انجام بدین که بتونید
عملکرد بین رم و مادربورد و بایاستون رو به خوبی ست کنید. برنامه بعدی برنامه GPU-Z هستش. خب در واقع کار این برنامه روی عملکرد کارت گرافیک هستش. این برنامه باعث میشه که دقیقا مشخصات و عملکرد رم گرافیکتون رو اسکن میکنه و به شما نشون میده که گرافیکتون در چه سطحی داره کار میکنه و اینکه اگر احتیاج به سری از برنامه پشتیبانی مثل مثلا دایرکس یا مثلا آپدیت کردن برند وایت یا اینکه پهنای باند کارت گرافیکتون رو احتیاج داشته باشین که بخواین اونا رو آپدیت بکنید به شما اطلاع میده و به شما میگه که مثلا آپدیت جدید فلان قطعه از کامپیوترتون تو قسمت کارت گرافیکتون باید آپدیت بشه و فلان برنامه به شما کمک میکنه که کارهای بهتری از کارت گرافیکتون بگیرید. خب میرسیم به برنامه آخر، تیم اسپیک. خب این تیم اسپیک در واقع خیلی شباهت زیادی داره به برنامه دیسکورد. خب فرقش اینه که روی سرور خیلی پرسرعت‌تری نسبت به دیسکورد فعالیت میکنه و ویژگی‌هایی که این برنامه هم داره باعث میشه که با سرعت و کیفیت بهتری شما بتونید تو هنگام بازی با دوستاتون مکالمه داشته باشین و مخصوصا واسه کسایی که استریم میکنن این برنامه کیفیت بهتری نسبت به بقیه نسخه های برنامه دیگه مشابه بهتون میده، به خاطر اینکه بعضی که استریم میکنن بعضی وقت با مشکل نویز و با مشکلات صدا مواجه میشن که این برنامه به صورت اتوماتیک تمام این مشکلات رو از بین میبره و بهترین کیفیت صدا رو در هنگام بازی در استریم کردن و در مکالمه با دوستاتون تو هنگام بازی بهتون میده که برنامه بسیار کاربردی، پیشنهاد کنم استفاده کنیم. خب خیلی ممنونم بچه‌ها تا اینجا که ویدیو رو دنبال کردید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو دوست داشتید حتما لطف کنید که ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. مواظب خودتون خیلی باشین تا ویدیوی بعد.